سرخط خبرها پیام فرمانده حسیب قوای مرکز یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت به محمد محقق ادامه بازداشت دختران معترض طالبان یکی دیگر از معترضان را بازداشت کردند کرانشین ها برای نقل مکان از خانه به خانه دیگر باید برگه تاییدی حوزه را داشته باشند. دو مرد در ولایت های پروان و کاپیسا کشته شده اند. ادامه کمک های بشر دوستانه یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. و گذرگاه مرزی اسپین بولدک به دلیل درگیری مسلحانه مسدود شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. دو مرد در ولایت های پروان و کاپیسا کشته شدند. منابع محلی در ولایت های پروان و کاپیسا از کشته شدن دو مرد در این ولایت ها خبر می دهند. در رویداد نخست یک جوان 25 ساله روز شنبه 21 عقرب از سوی افراد مسلح ناشناس در روستای خمزرگرد از مربوطات ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا کشته شده است. به گفته منابع این جوان که باشنده اصلی ولسوالی تگاب کاپیسا بود در ولسوالی حصه دوم این ولایت کشته شده است. در رویداد دومی یک مرد جوان حوالی ساعت 8:30 شنبه شب 21 عقرب در روستای خوجه های دیملا در ولسوالی بگرام ولایت پروان به گونه مرموز کشته شده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که این جوان خوجه رقیب الله نام داشت و شب هنگام وقتی که پشت دوا برای پدر بیمارش رفته بود در مسیر بازگشت از دواخانه به گونه مرموز کشته شده است. و گفته منابع از خوجه رقیب دو فرزند بر جا ماندند. تا اکنون انگیزه قتل این دو تن معلوم نیست. کرای نشین ها برای نقل مکان از خانه به خانه دیگر باید برگه تاییدی حوزه را داشته باشند. خالد زدران سخنگوی خواماندانی امنی طالبان در کابل گفته است که کرای نشین ها برای نقل مکان از یک خانه به خانه دیگر نیاز به برگه تصدیق حوزه مربوطه دارند. زدران روز شنبه 21 عقرب در پاسخ به پرسش یکی از رسانه ها گفته است که حوزه های امنیتی طالبان در شهر کابل به رهنمان ها اوراق را دادند که به نام نقل مکان یاد می شود. به گفته آقای زدران، توزیع ورق نقل مکان برای شناسایی مجرمان با آنها بسیار می تواند کمک کند. طالبان پیش از این اوراق را به منظور ثبت هویت خانواده ها در شهرها توزیع کرده و خانه‌پوری آن را جبری دانسته بودند. ادامه بازداشت دختران معترض طالبان یکی دیگر از معترضان را بازداشت کردند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان یکی دیگر از دختران معترض را بازداشت کردند. و گفته منابع طالبان روز پنجشنبه 19 عقرب حمیرا یوسف یک تن از زنان فعال در زمینه حقوق بشر را که باشنده اصلی روستای عبدالاخیل ولسوالی در ولایت پنجشیر از بازداشت کردند. منابع می افزایند که طالبان پس از چند ماه پیگیری خانم یوسف را در نای 11 شهر کابل بازداشت کردند. پدر حمیرا یوسف که مالک میرزا نام دارد از جمله جنرالان بازنشسته حکومت پیشین است. بر اساس گزارش ها طالبان در کمتر از 10 روز پسین 6 تن از زنان معترض را بازداشت کردند. ادامه کمک های بشر دوستانه یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. بانک مرکزی زیر اداره طالبان اعلام کرده است که یک بسته کمکی 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسیده است. این بانک روز یکشنبه 22 عقرب در توییت گفته است که در ادامه کمک های بشر دوستانه
یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسیده و به یکی از بانک های تجارتی سپرده شده است. گفتنی است که طالبان تا اکنون در مورد چگونگی مصرف این پول ها به شهروندان افغانستان معلومات نداده اند. پیام فرمانده حسیب، یکی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت، به محمد محقق: استاد بزرگوار، چندین بار است که این قسم پوزها را میکنی اما بیفایده. گپ من به خودت نیست جناب استاد بزرگوار. حاجی سید محمد محقق، شخصا برایت احترام دارم. قابل توجه تمام چهره های سیاسی، رهبرهای جهادی و کسانی که در حکومت جمهوریت حرفهای حول را می زدن. اگر واقعا مرد هستید، اگر بنام غیرت و عزت چیزی را میشناسید، بیایید در وطنتان از ننگ و ناموستان دفاع کنید. بیایید حرفایتان را در وطنتان بگویید که مزهش بیشتر است. در غیر آن، قصه هایتان پیش ملت افغانستان مفت و کدام جایگاهی هم ندارید. ملت رنجیده افغانستان هوشیار شوید و فریب نخورید. نوت: از پنجشیر شروع و دیگر مردم ها ختم. گذرگاه مرزی سپین بولدک به دلیل درگیری مسلحانه مسدود شد. منابع محلی گفتند که در پی اوقوع درگیری مسلحانه میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک، گذرگاه مرزی سپین بولدک مسدود شده است. بر اساس معلومات، این درگیری حوالی ساعت یک بعد از ظهر روز یک شنبه 22/1 اتفاق افتاد و به دنبال آن، گذرگاه مرزی از سوی پاکستان برای رفع آمد مسدود شد. رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که در پی درگیری مسلحانه در گذرگاه سپین بولدک، این گذرگاه مسدود شده و هزاران تن در سوی مرز گیر ماندند. بر اساس گزارش این رسانه ها، مقام های پاکستانی زمان گذرگاه را مسدود کردند که گروهی از افراد مسلح از طرف افغانستان به سمت نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند. گفته شده است که درگیری مدت دوام داشته و سپس طالبان که رسانه های پاکستان آنان را افراد مسلح خوانده از ساحه فرار کردند. این درگیری تلفات نیز داشته است، اما تا اکنون از رقم دقیق آن اطلاعات در دست نیست. این چندمین بار است که گزارش می شود که طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در مربوطات گذرگاه سپین بولدک با هم درگیر شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.